رکوردهای فوتبالی، بلندترین پاس گل، شکوندن رکورد گینس. سلام و درود خدا بر شما باد. پس از مدت‌های طولانی می‌خوایم بریم با هم دیگه یک رکورد دیگه از گینس که توی فوتبال زده شده رو توی PS بشکنیم و بهتون بگم این بار می‌خوایم رکورد بلندترین پاس گل ثبت شده یا ثبت نشده رو توی فوتبال بریم، که البته پاس گلی که علیرضا بهرام‌مند داده با دست بوده و کلاً پاس گلای علیرضا بهرام‌مند و ایرانی‌ها تو گینس ثبت نشده و یه بارم فقط علیرضا بهرام‌مند تو گینس ثبت شده. الان همینطور که داریم میبینید بیرانمند دقیقاً از لب محوطه جریمه، یعنی تقریباً اینجاها پرتاب دستشو انجام داده، یعنی تقریباً جایی که نهایت میتونه دروازه‌بان جلو بیاد از اونجا شوتش رو زده، حالا یا با پرتاب دست یا شوت که البته ما نمیتونیم پرتاب دست بکنیم چون اینا اوردش ندارن، پس شوت میکنیم که حالا از اینجا ضربه زده میشه و میاد جلو، میاد تقریباً اینجا فکر کنم، آره یا اینجا، آره همینجا، اینجا توپ میشینه، 34 متری دروازه میخوره زمین توپ. اگر بیرانوند از اینجا پرتاب دست رو کرده باشد از نقطه وسط زمین تا اینجا 18 متر، این 18 متر رو به اضافه 52 کنی یعنی 70 متر این پاس گل بوده. حالا ما اگر بخوایم رکورد اینو بزنیم باید از ضربه که از دروازه میزنیم بیاد جلوتر از این، یعنی از اینجا حالا تا جلوتر. اولا نشه واسه این کار من PSG رو گرفتم به خاطر اینکه امباپه بتونه سریعتر بوده و برای اینا گل بزنه، اما مشکل اصلی ما اینه که چجوری پاس گل رو برسیم. حالا گلزنی ما یکم مشکل نی، اولویت کار ما پاس گل است. شوتینگ دوناروما چنده جان مهدی؟ قدرت شوتش 85، اما نواس قدرت شوتش چنده؟ اینم 85، دو تاشون یک گل. اولین ضربه رو میخوام بزنم ببینم که آیا میتونیم بریم و تبدیل به گلش بکنه یا نه امباپه. آقا نه، اینجا نباید بکشه. حالا وایسا، حالا منوال بزن. آهان آهان، واه بد نبود، بد نبود وایسا، به نظرم منوال و آردو بگیر بزن، منوال آردویی بگی بزن، اصلا این یک حرکت استثنایی بشه. نمیرسه، اینجا کمه، اگه بخوایم رکورد بزنیم اینجا نباید بشه، جلوتر از اون خط باید باشه. برو عقب، برو عقب، خیز بردار، خیز باید ورداری، حالا بیا شوتو بزن. آها ماشاءالله، به درد خودت میخوره. خیلی خوب، حالا ببینم دوناروما چیکار میکنی ها، دوناروما حالا ببینم چیکار میکنی ها. آماش بابا این نمیتونه، شاید دوناروما نمیتونه، سب کن بذار عوض کن کنم. آقا راده از سینی بهترین دروازه‌بان PSG که دوناروما است، اما بخاطر اینکه بنیام این خوشحال بشیم کورتوا رو برمی داریم. خدای کورتوا نتونه این چالش رو انجام بده، یعنی نمیشه واقعا. آقا ما اومدیم رئال رو گرفتیم ببینم که اینا میتونن جلوی لیورپول آقای کورتوا یعنی کاری بکنه یا نه، که دیگه ایشون دراستر از اوشونه و اینکه یکی از تاپ ترین تاپ 5 دروازه‌بان های PSG لقب گرفته است ایشون. آها آقا این تبدیل به گل خوب زد، با همین میریم، با همین میریم. فقط چرا اینا دفاعشون انقدر زیاده؟ با آقای کورتوا میتونیم انجام بدیم. بعد من چی زده بودم؟ منوال زده بودم آره. آها منوال زد. حالا اگر حاج کریم اینو استوب میکرد خوب بود، که نکرد. اولویت اول درست شد، بریم سراغ اولویت دوم، گرفتن پاس و گل کردنش. آهان حالا بکش زیرش. نه نرو، نرو عقب، نرو عقب. خب آقا نمیشه الان، الان من گلش کنم پاس گل حساب نمیشه، عجب گرفتاری شدیم. به دروازه‌بان آم شال آقای کورتوا برو حرکت کن، دفعه میخوام آردویی بزنم ببینم که تو کجا میزنی توپو. خوبم زد، انصافا داره خوب میزنه، خدایی داره خوب میزنه. حالا بزن شوتو ببینم، اصلا گل حساب پاس گل حساب نمیشد، اونو فنداک داد. نکن الان میخوام یه طرفم به شما یاد بدم دیگه، حالا یه چیزی هم از ما یاد بگیر شما. نکن اخمخو، نگاه داره کجا پاس میده. نکو اینجوری میگیری، اینجوری آه توپو میدی بهش، بعد این الان میگیری توپو سری میزنی جلو، میبینی چقدر اومد جلو، میبینی چقدر اومد جلو. این باگ کار است، بده من دیگه. فندایک، فندایک کجا بازی میکنه؟ ما اونجا نفرستیم. ببین به نظر من چاره کار ما این نیست، چاره کار ما اینه که بازیکنهای سرزن و که قدشون بلنده رو بیاریم تو و گلش کنیم یه جوری، نمیدونم چه غلطی بکنم. بازیکنهای هدزن رو برسون جلو. تمامه ها، تمامه ها، این باید گل بشه، خدایی این باید گل بشه. رابرتون هیچ غلطی نمیتواند بکند. حالا برو، حالا برو. رایدر میلیتائو حرکت میکند، حالا میزنه شوتو. دو تا اولویت رو تکمیل کردیم، اولویت سوم گلزنی. ریستارت کردی، فندای کنه میشه تعویض کرد. توی ویدیو که بیرا من بودش داشت انجام میداد، فندای که نبودش اصلا، دو تا دفاع بیشتر نداشت، اینجا 4 5 دفاع 6 تا دفاع دارن میکنن، چجوریه؟ اما یه سوال دارم، تیم ما کشیده بالا، اگر تیم رو بکشیم عقب چه اتفاقی میفته؟ اصلا چرا من دفاع لیورپول کشیدم عقب؟ واقعا چرا؟ دیونه ای؟ توی ویدیوی اصلی هم اگر ببینید اون دوتا دفاعی هم که باقی مونده تیم حریف هستند خیلی جلو اومده بودن، پس من چرا این کارو کردم واقعا؟ خیلی خوب، ما آرسنال گرفتیم که الان توی سالابیا و آقای تیمویاسو دفاع هستند.
و فکر میکنم که بتونیم این دفاع رو پشت سر بذاریم. از همینجا بزن ببینم تا کجا میره. آه برو پشتش، برو پشتش، حرکت کن، حرکت حرکت حرکت، برو آنچ کاری بکش زیرش. چرا کجی میکشی زیره تو؟ جان من استوب کن. آهان حالا استوب میکنه. والورد به در خود از میخوار استوب کردند. بکش زیرش. ببین آه تیمی آسوه ها، استوب کن آنچ کاری. آهان هارو همینو برو بده به سمت تیم یاسو، سمت تیم یاسو بدی آتکریم استوبو میکن. ای خدا بگم چیکارت نکنه. بده سمت تیم یاسو، سمت تیم یاسو، سمت تیم یاسو بندازی کار در میاد قشنگ. آها همینجا نگرد آتکریم. ای بابا به خدا شوکر راست دیگه، بعد از این ویدیو شوکر راست نخواهد شد. به جلو بگی توپو، سریع استوبش کن، سریع اصلا برو آتکریم، برو توپو بگی دیگه به درد نمیخور. برش کردم توپو. یکم فکر کنم بعد بکشیم گوشه تر. بهش راه نده. حالا بده رو به اون ور، بده رو به سالابیا. فکر کنم این دیگه گندش در اومد. چه پاسی میندازه. الان نشه هیچ وقت نمیشه. خدای الان نشه هیچ وقت نمیشه. من دارم میگم نشه نمیشه دیگه. نمیشه. متاسفانه این چالش داره با کنسلیشن موافقت میشه. چی گفتم؟ دست جواد خیابانی و پوش بستن با این حرف زدن. حالا وقت اتک زدن است. یه کمی تود باش. حالا بخیز گرش آشکریم، جان من برو آشکریم، برو آشکریم رد میشی. بودو دیگه اینقدر اسمس نکن. آشکریم بگیر، آشکریم باش. آشکریم بهترین فرصت رو از دست دادی، متوجه هستی؟ بودو آها این رفتیم. این باید گل بشه حاجی خدای، این باید گل بشه. آهان بزن خاموش رد میشه. حالا حاج کریم اگر بتونه رد بشه و توپ رو بگیره عالی میشود. اونجا تیم یاسو بکنم ضربه سر رو زد، پس کنسلیشن. خاموش خود حاج کریم، حاج کریم بود. آهان استوب کرد حاج کریم بود. خواهشم بگید نه، یعنی این همه ما شوت کردیم، سه تا دونه نشست رو پاتون، همونم خراب کردیم. بده اون ورتر به وینیسیوس اینو چیکار میکنه؟ حالا این کچل خان. آها برو وینی بری تمومه ها. من آقا خدا وکیل این تو بعد گل بشه، خدا این تو بعد گل بشه. آها حالا وینیسیوس میزنه شودشو و تمام. فقط یک لحظه صبر کن ببینم که تا چقدر اومد تو جلو. بالاخره تموم شد. نگاه کن اونجایی که بیرام من زده بود الان جایی که والبرده واسه شماره 15 خوب دقیقاً اونجایی بود که بیرام من زد، اما جایی که ما زدیم دقیقاً میشه خیلی جلوتر. یعنی چقدر جلوتر الان بهتون میگم. بیرام من زده بود اینجا خوب میشه چقدر؟ میشه 70 متری. حالا این 70 متری رو ما کردیم چقدر؟ بهش چقدر اضافه کردیم؟ 6 تا. 76 متر شد. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. گزارش رو چنل تو فراموش نشه که فعلا تو ویدیو بعدی. و در ضمن ببخشید اگه تو این ویدیو بیحال بودم. گل نمیشه دیگه، بزن. من اصلا به آقای کورتوبی احترامی نمی کنم. بگی توپو دونا رو آقای بیا عقب‌تر.